خب در درس هشتمتان بخش فاز عملی درس امروزتان که است یک دایرکتلی کنکتد راوت تشکیل میده و دیگرش هم استاتیک راوتینگ تشکیل میده که ما در باریز کار میکنیم و میگیم فعلا با مثال دایرکتلی کنکتد راوت آغاز میکنیم که اگر دو شبکه را یک راوتر مستقیما به همدیگر ارتباط بده و به همدیگر میتونه که از کمیونیکیشن داشته باشه یا نداشته باشه که برای این کار ما از یک راوتر مدل 2011 استفاده میکنیم و از دو دانه این سیستم من حیث نماینده های دو شبکه کسی میکنیم استفاده میکنیم مثلا یک دانه لپتاپ یک طرف یک لپتاپ دیگه هم طرف دیگه استفاده میکنیم و بعد از اینی لپتاپ های مورا با اینمی پورت های مشخص راوتر یا پورت های اوتوماتیک راوتر چی میکنیم ارتباط به توسط اوتوماتیکلی کیبل خواهد خب با پورت جی زیرو زیرو وصل شد و بعد از او با لپتاپ یک هم که از پورت جی زیرو یک چی میشه ارتباط میگیره و وصل میشه حالا به خاطر از اینکه ما بیاییم برای نمی دو طرف اینمی راوتر خود دو شبکه متفاوت تعریف بکنیم بیاییم از لیبل ها استفاده میکنیم مثلا در یک سمتش که از نتورک را که میخواییم تعریف بکنیم از رنج 192.168.0.0/24 باشه و سمت دیگهش هم که است از رنج مثلا 170.16.0.0/16 باشه نتورک های متفاوت و برای این سیستم های خودم یک آی پی از رنج میتیم آی پی این سیستم ما باشه لپتاپ یک ما 170.16.0 مثلا 50.16 و برای این سیستم خودم که از آی پی که در نظر میگیریم 192.168.0.5 باشه سیایدارش هم 24 بعد از او کاری که انجام میتیمی است که میریم داخل راوتر ما پایز شو باز می‌سازیم نو داخل یوزر مود قرار داریم انیبل میکنیم داخل گلوبال کانفیگریشن مود ما میریم در داخل گلوبال کانفیگریشن مود هاستیم راوتر را ما میگذارم سنترال سنترال راوتر بعد از اون میایم دو شبکه متفاوت بر دو دانه پورت مشخص جی 00 و جی 01 چی میکنیم تعریف میکنیم که برای انترفیس جی 00 آی پی را که ما تعریف میکنم باید از این رنج نتورک باشه پس میگم آی پی آدرس 192.168.0.1 سی آی دیار سلش 255.255.0 چون سلش 24 است و بعد از او نو شات داون میکنیم که اپ شود انترفیس مورد نظر راوتر ما که از اپ شد و حالا میریم انترفیس بعدیش که از این نتورک باشه برای چی میکنیم آی پی ماین را تعریف میکنیم انترفیس جی 01 بعد از آی پی آدرس را که تعیین میکنیم بعد از این رنج باشه 170.16.0 مثلا 1 واسی آی دار 255 سبنت ماسک 255.255.0.0 و این را هم نو شات داون بسیم تا اپ شد فعلا با اینمه موضوعات که ما برای دو سمت راوتر ما با دو پورت متفاوت چی کردیم نتورک های مختلف را تعریف کردیم و حالا لازم است که ما بریم برای کامپیوتر های ما این آی پی مشخص را که است تعیین بکنیم 192.168.0.5 و در اینجا دیفالت گیتوی چیز خوب و مهم است که ما باید دیفالت گیتوی یعنی آی پی انترفیس راوتر ما رو بگذاریم که 192.168.0.1 بود بعد از اون میاییم کامپیوتر سمت راست ما و آی پی را که برش نوت کرده بودیم تعریف میکنیم 0.50 و سبنت ماز دیفالت گیتویش هم آی پی راوتر که
در اینجا وصل است برای تعیین میکنیم. 170 16 0 1. و حالا اگر ما بیاییم از این کمپیوتر سمت چپ، کمپیوتر سمت راست ما را که شبکه متفاوت می باشد، بخواییم پینگ بکنیم و ایسیم پی پکیت رو برش رایی میکنیم، آیا کمیونیکیشن برقرار میشه یا نه؟ پینگ میکنیم 170 16 0 1 0 50، درست است؟ حالا وقتی انتر میکنیم منتظر می باشیم که آیا ریپلی برای ما میایه، آیا می کمیونیکیشن برقرار است یا نه. بعد از یک تایم اوت میبینیم که ریپلی میایه، پس برای ما کمیونیکیشن چی میکنه؟ برقرار میکنه. راوتینگ دایرکتلی که صورت گرفت بینشون از دو شبکه متفاوت. و زمانی که آیس راوتر رو باز بکنیم و بگوییم که دو شو آی پی راوت، حال شما در اینجا ببینین که دایرکتلی کنکتد نتورک های ما برای نمی راوتر سنترال ما چی است؟ یک اینی رنج آی پی هست 170.16.0.0 با سی آی دیار سلاش 16 و یک دیگه هم 190.168.0.0 با سی آی دیار 24 می باشد. این برای ما چی میکنه؟ با حرف سی برای ما لستش میکنه و نشان میتونه و کلکشان رو به صورت لوکال کس برای ما گفته. سعی کنین. و حالا اگر ما بریم استاتیک راوتینگ چی کنیم برای ازی تعریف بکنیم استاتیک راوتینگ را، ما میاییم یک تپولوژی دیگه میسازیم در اینجا. هم از دو دونه راوتر استفاده میکنیم و باز هم از یک دونه این سیستم راوتر رو به هم دیگه ارتباط میدیم. بعد از او ما بیاییم برای شبکه های متفاوت را تعریف میکنیم. یعنی یک شبکه نتور 192 168 00 با سی آی دیار 24 و اینی هم یک شبکه دیگه برش تعریف میکنیم از کلاس A 100.0/8. و بعد از او آی پی را که برازی در نظر میگیریم بر کمپیوتر ما 100.0 مثلا 10 است با سی آی دیار 8 و برازی راوتر ما انترفیس جی 00 ایش. خب این را در بالایش نشان میکنیم جی 0/0 آی پیش باشه از این امی رنجی که نتورک شان است، درست است؟ 192 168 صفر مثلا 1. و برای این راوتر مرکزی ما انترفیس جی 00 ایش باز هم از اینمی نتورک سمت چپش تعریف میکنیم چون با سمت چپ جی 00 وصل شده 0 2. و برای پورت جی 01 راوتر مرکزی ما جی 01 آی پی را که تعیین میکنیم از نتورک سمت راستش است 100 مثلا 10 با سی آی دیار 8. حالا ما میاییم که اول راوتینگ بین از نو ببینیم که آیا نتورک سمت راست نتورک سمت چپ را پینگ کرده میتونه کمیونیکیشن داره یا نداره. این کار را چطور انجام میتونیم؟ میاییم یک دونه آی پی برای آی پی که برای این کمپیوتر در نظر گرفتیم، خب اینی را چون یکسان شده این را میگذاریم مثلا 20. آی پی این کمپیوتر اول برش تعیین میکنه 100.0/10 و دیفول گیتویش هم پورت جی 01 چیست؟ 100.0/20 100.0/20 تعیین میکنه. بعد از او میرن داخل راوتر مرکزی ما سیلایش رو باز میکنیم نو. بعد از داخل پریویلیج مود میشیم و از اونجا هم داخل گلوبال کانفیگریشن مود میریم. دو انترفیس مشخص راوتر را که از دو شبکه متفاوت چی میکنیم؟ آی پی میگذاریم. اول پورت جی 00 جی 01 انتخاب میکنیم، انترفیس جی 01 آی پی که برش در نظر گرفتیم آی پی آدرس
1-0-0-20 است. واسه آی داری؟ /8 است که سبنت ماست که شمیش 255-0-0-0 و نوشت داون بکنیم تا اپ شد. فعلا اپ شد. بعد از او انترفیس بعدیش. انترفیس G00 که یعنی انترفیس میشه و ما ای رو باید از شبکه سمت چپ کس آی پی بودیم. انتخاب میکنیم آی پی آدرس 192.168.0 چند تاین کردیم برش 2 255.255.255.0 چون سیایی دیارش /24 است و بعد از اونو شدن بکنم تا اپ شد. چرا اپ نشد یا اینجا برای ما نشان نداد؟ چون که پورت بعدی تانوس خاموش است که مربوط روتر یک میباشد و این حاصل نمیشه هم تغییر میتیم بنام سنتر روتر میبانیم. خب سنتر روتر میبانیم اگزیت WR. بعد از میریم روتر شبکه بعدی را IP مشخص را که برای انترفیس چی در نظر گرفته تعیین میکنه. نو انیبل کانف تی انترفیس G00 راوتر یک ما را انتخاب میکنیم و بعد از IP آدرس که برش در نظر گرفتیم 01 تعیین میکنیم برش و سیایدار /24 که سبنت ماسکش هم به این صورت میشه. نو شاددان که بکنیم ولی اپ میشه و بعد از او اگزیت پاس نمیشم میگذاریم آلتر لفت. خب اند میکنیم و WR میسیم که به صورت دائمی ذخیره شد. نوبت تست کردن میرسه که حالا آیا اینمی راوتر اول ما این نتورک برای ما پینگ میکنه و نمیکنه؟ شما ایره چطور کس میتونید تست بکنید؟ یک انترفیس شبکه راوتر دوم ما از این شبکه آی پی گرفته و یک انترفیس کس از شبکه 192.168 گرفته. پس ما میمینی انترفیس را پینگ میکنه که آیا برای ما پینگ میتونی یا نه؟ یا آیا کمیونیکیشن برای ما اجازه میتونی؟ داخل آیس راوتر ما میشیم و داخل مود پریویلیج مثلی که فعلا قرار داریم. نشان میکنم پینگ 192.168.0.2. چرا 0.2 رو نشان کردیم؟ اول بیایم این پورتی که با همدیگر دایرکتلی کنکتید است او رو اول بیایم چی کنیم؟ تست بکنیم که آیا اینا با همدیگر کمیونیکیشن دارن یا نه. پینگ میکنیم ببینیم که 80% موفقانه یک دیگرشون چی کرده؟ پینگ کرده. یک بار دیگر اگر پینگ بکنی یک بار 100% میشه. پس دایرکتلی کنکتید یک دیگر خود پینگ تونست. حالا میریم اندایرکتلی کنکتید یعنی به صورت مستقیم وصل نیست نیه این شبکه. شبکه 1-0-0-0 این مستقیم وصل نیست به این راوتر. پس این رو میریم پینگ میکنیم که آیا میکنه پینگ یا نه. پینگ 1-0-0-20 20 یعنی راوتر مرکزی پورت G01 است که از شبکه دوم وای فی گرفته. حالا اگر پینگ بکنین این دیگه بر شما اجازه رو نمیده یا این رو بر شما نمیمونه که اکسس داشته باشین به اوشان چون مستقیم به راوترتان وصل نیست. میبینین که 0%. حتی بار دوم هم اگر انجام بتیم باز هم برتا چی میکنه؟ 0% موفقیت از این را نشان میده. ولی حال اگر شما میخواستین که برای اینمی راوتر شماره یکتان استاتیک راوتینگ را اپلای بکنین یا اینبل بسازین که این شبکه دومی که به صورت مستقیم وصل نیست را بشناسن حالا میرم داخل IIS راوتر داخل Global Configuration مود میرم با کامند IP Route شبکه هدف را کس نوشته میکنیم 1-0-0-0 بعد از اون سبنت ماسکش 255-0-0-0 این استرکترش است و بعد از اون از طریق کدام پورت بر شما چی کنه امی راوتینگ اجازه بده از طریق کدام پورت؟ یعنی پورت G00 که IP 192.168.0.2 است. Next hop IP address 192.168.0.2 انتر میکنین و راوتینگ بین از دو چی شد؟ اپلای شد. اگزیت میکنین. ای بار اگر بریم پینگ بکنین
100% برای شما چی میکنه؟ شبکه بعدی را میشناسه. و اگر شو آی پی راوت را هم انجام بتین، بر شما نشان بده که یکی به صورت استاتیک شده که از طریق پورت آی پی 192.168.0.2 استاتیک راوتینگ صورت گرفته و اینیش کس به صورت مستقیم یا دایرکتلی شناخته شده. و این هم موضوع ال لوکال بر شما نشان بده، دایرکتلی کنکتید لوکال کس بر شما نشان بده. خب ما ویدیو رو استاپ بکنم.